چهار تا از اینا میشه یک هموگلوبین. الان توضیح میدم این ساختار مونومرشه. یک ساختار مونومر هموگلوبین. یه دقیقه اجازه بدید الان توضیح. ما 96% ما 96% هموگلوبینی که تو بدنمون وجود داره هموگلوبین ایوان هست. چند درصد هموگلوبین 96% اون هموگلوبین ایوان هست. هموگلوبین ایوان هست. چند درصد 96%؟ هموگلوبین ایوان چیز از چی تشکیل شده؟ دو تا زنجیره آلفا، دو تا آلفا برای چی؟ دو تا زنجیره بتا. همین سادگی. دو تا زنجیره بتا. حله؟ پس هموگلوبینی که توی گلوله قرمز ما وجود داره 96%ش به این صورته. دو تا آلفا هست، دو تا بتا. یعنی اگر ما اینجا بکشن یعنی هر هموگلوبین، هر هموگلوبینی که وجود داره، این یه زنجیره آلفا، این هم یه زنجیره آلفا، قرمز کشیدن، این یه زنجیره بتا، ممکن یه زنجیره بتا. وسطش هم چه ساختاریه؟ همون ساختار همی که وجود داره، آقایی که وجود داره که بهشون گفتن چی؟ پرو؟ فری. مزرش که چی شد؟ من یک سوال بگم. بپرس داره. ببینید این چهار تا یبون دورش بدون زنجیر پروتئین میشه پرو پرفری. بله. بعد با زنجیر پروتئین نمیشه اسمش چی؟ ساختار مونومر هموگلوبین. ساختار مونومر. ساختار تکیش. یعنی هیچ موقع صورت مونومر وجود نداره. صورت مونومر تو کجا وجود داره؟ همون هموگلوبین. تو عضلات. مزرش که چی شد؟ خب یه سوال دیگه هم بپرسم. بپرس. ها بپرسیم. اینکه گفتیم زنجیره که اطراف هم بود چی بود اسمش؟ این یه هوایی اطراف هم هست؟ حلقه های پیرول اون تیم نمیسی پیرول رینگ نمیتونم خوبونه تلفظ کنم. پیرول رینگ حلقه هست دیگه. حلقه پیرول. حلقه پیرول یکی از این چهار تا از اینا در کنار هم قرار میگیره. یک هم میاد اینا رو به هم پیونده میشه. چون برنامه اینا توضیح میدن این اصلا ساختارش مهم وقتی هموریز انجام میشه هر چهار تا اینا یه سنجش پیدا میکنه. الان باید توضیح بدم. این یه نوع هموگلوبین دیگری وجود داره که مقدار کمه بهش میگن هموگلوبین A2. A اینجا مخفف چیه؟ A یعنی ادالت، یعنی بالغین. هموگلوبین ادالت 2 هست. این تشکیل شده است. این تشکیل شده است. دو تا آلفا و دو تا نه دو تا دلتا. گاما برای فتاله، برای اطفاله. درسته؟ دو تا چی؟ دلتا. دو تا دلتا. این مقدار کمی. دو تا دلتا. فهم ما یه هموگلوبین داریم که میزانش خیلی کمه. تقریبا 2%. به نام هموگلوبین چی؟ جنینی. فتوس. فتوس یعنی جنینی. مخففه چی میگن هموگلوبین؟ اف. اف مخففه چیه؟ فتوس. این چیه؟ دو تا زنجیره آلفا داره؟ دو تا گاما. دو تا آلفا. دو تا گاما چه رنگی بود؟ همون رنگی چه خاصی؟ دو تا آلفا رو همه شون داره. توی زمان جنینی خدا کرده گوش بده. تو زمان جنینی کل هموگلوبین شما این هموگلوبین فتوسه. ولی در سن تولد این هموگلوبین ادرار میاد جاگزین میشه با چی؟ فتوس. تجربیات نشون داده، اصلا ما تحقیقات نشون داده این هموگلوبین فتوس میزان تمایل بیشتری برای باند شدن با اکسیژن داره. اونجا نیازه دیگه. اونجا باید از خون مادر اکسیژن بگیره. از خون مادر اکسیژن رو بگیره. ولی بعد از اون عوض میشه، میاد چی میشه؟ جاگزین ادراک باشه. جاگزین ادراک. اصلا تعریف این تفاوت هموگلوبین رو فهمیدی چی شد؟ خیلی ساده. این تعریف هموگلوبین هایی که وجود داره. یا ما یه بیماری داریم به نام تالاسمیا. حتما شنیدید تالاسمیا. تالاسمیا دو نوع، یا تالاسمیا آلفا یا تالاسمیا بتا. حالا فهمیدید از فرق تالاسمیا آلفا و تالاسمیا بتا چیه؟ اگر جهش توی زنجیره آلفا ایجاد بشه بهش میگن تالاسمی چی؟ آلفا. اگر نفت توی زنجیره بتا باشه میشه تالاسمی چی؟ بتا. سخت بود؟ میشه تالاسمی چی؟ بتا. خب افرادی که دوچار تالاسمی هستن دوچار آنمی میشن، یعنی کم خونی میشن. خب یک مثلا
شما یه توضیحی رو بدید. آدمی که دچار تالاسمی هستن چه خصوصیاتی دارن؟ خب تالاسمی ها چون آنمی دارن. خب کسی که آنمی دارن چه خصوصیات دارن؟ من بگید دونه دون یکی همه هم دچار خستگی های مفرد هستن. چرا؟ چرا خستگی مفرد دارن؟ چون میتونه اکسیژن بردن چون کنن دچار عفونت های ممتد میشن. چرا؟ عفونت خب بعدی سلول خونی جون هم دچار مشکله دیگه. این سپاید بیسی ها توی نقشه اومه میدن تون هم دچار مشکل میشه. این نقشه دارن که تون هم دچار مشکل میشه. دچار اسپلنومگالی میشن. تعالشون بزرگ میشه. چرا وقتی دچار آرانی میشن تعال به صورت جبرانی نه اصلا بسازه و این بسازه هپاتومگالی میشن. کبدشون هم بزرگ میشه. چرا؟ کبد میاد کمک کنه. انقدر فعالیت زیاد میشه که خودش چی میشه؟ بزرگ میشه. دیگه مشکل تغییر شکل استخوانی میدن. افرادی که تالاسمی میدارن دیدی صورتشون تغییر شکل داره. چرا؟ چون استخوان سازی مغز استخوان بیشتر از حد فعالیت میکنه. مغز استخوان یعنی تحت فشار زیادی داره بیش از حد تولید میکنه. همون استخوانش اینجوری صورتشون خب نه دیگه تو افراد با چرا صورت خودشون نشون در بدن ظرافت صورت بیشتره. دوم اینکه ما میگیم تو افراد بالای فرق استخوان سازی تو استخوان‌های آگزیاره. خب تغییرش تو مهره‌ها باشه تو نمی‌تونی ببینی. نمایان‌تره ولی اونجا هم در همین اتفاقا میفته. کارش روش دارن چرا؟ طبیعیه. بابت همون اینکه که گفتم که افرادی که تو ارتفاعات زندگی می‌کنن اون قطعای کوتاه‌تره. خب این هم. اما یه نقص دیگر ایجاد میشه. یه نقص دیگر ایجاد میشه اون ناشی از زنجیرهای هموگلوبین که بهش میگن که سل سایکل سل آنمیا. اینجا کجا بکشم؟ اینجا بکشم همینجا بکشم سایکل سل آنمیا. آنمیا چی؟ سلول داسیشه. این تغییرشه که اتفاق میفته بعد از اینکه گلولای قرمز بعد از اینکه اکسیژن خودشون رو تخلیه میکنن به شکل داسیشه درنه دقیقا به شکل چی؟ داسیشه درنه. این هم بخاطر جلیش هایی که توی چی؟ دقیقا به شکل چی؟ داسی شکل درمی میشه داسی شکل درمی من میرن اینا توی عروق ریز کبد تعالی بومه رو گیر میکنم و تواصل ماکروفاژ ها برداشته میشن و دوچار شخص دوچار چی میشه؟ آنمیا میشه. معمولا کسایی که دوچار سل سایکل آنمیا هستن گلبول قرمزشون 10 تا 20 روز بیشتر عمر زنده نیست. بالا تا 120 روزه اونا 10 تا 20 روزه. خب بعد از اینکه گلبول قرمز ریز میشه ببینید گلبول قرمز سرشار از چیه؟ هموگلوبین. پس ریز شدن از بین رفتنش همین هموگلوبینش باید تجزیه بشه. هموگلوبینش باید تجزیه بشه. این زنجیره پروتئینی که میشکنه تجزیه میشه بس کنه میمونه این آهنش. آهنش میره توسط فریتین. ابتدا فریتین اگر ظرفیت فریتین پر شد توسط هموسیدین ذخیره میشه تو کجا؟ کبد. ذخیره میشه تو کبد تا بتونه استفاده بشه. اما این پروفیرینا تبدیل به چی میشن؟ به بیلی روبین میشن. تبدیل میشن چی؟ بیلی روبین به چه صورت دفع میشه از بدن؟ صفرا بیلی روبین دفع میکنه دیگه. توسط صفرا دفع میشه. حالا فهمیدید چرا کسایی که دچار آنمیای شدید میشن آنمیای شدید ها دچار زردی عرق میشن اینقدر میزان بیروبین میره صفرا قادر نیست اونو ترشح کنه. میزان بیروبین میزه تو چی؟ توی خون. مخصوصا تو کجا؟ این قسمت سلوی چشمشون نگاه کنه کاملا زرد. این سوالی به این میگن چی؟ آنمیای همولیز همولیتیک. درسته؟ جانم سوال بود. بعد بچه ها که مثلا بیلیروبینشون رو مرسایی پیدا کردن. اون یه آنزیمی هست که بله نمیتونه بله. یه آنزیمی هست که دچار مشکل میشه تو بدنشون. اون روزه هر بر. یه آنزیمش رو بله. بله. اون هم همون گرمان. بله نه مربوط به چیز لیزه گلوبول قرمز نیست. یه آنزیمی هست که نمیتونه صفرا دفع کنه. اون داستانش فرق داره. اون آنمی ناشی از آنمی نیست. این در مورد گلوبول های قرمز. ما تو سر گلوبول های قرمز همون یه سری گروه های خون شاخص های گروه های خونی داریم که تو ویدیو بعدی در موردش با هم ABO و RH که در مورد کامل تو ویدیو بعدی با هم صحبت